به به، دست شما درد نکنه. چی بخوریم؟ مرسی مرسی. یه اینقدر دیر کرد که یه روز بیشتر پیش ما نیست. خب سعید خانم، اینم از کافی بار شما. قارچ و ذرت هم اضافه شد، هم میزنیم. اصلا این جنگل ها که تو کارتون ها میدیدیم. از اینا هم که همیشه میومدم خوشم میومد، دوستش داشتم. رو چه آرومه. سلام خدمت شما، ساعت 5 صبح مؤسسه حیار حرکت کردیم به سمت خاله، داریم میریم دنبالش. ببینید خیابونا هنوز تاریکه، بریم دنبالش و بیاریمش. پنج روب بعد از صبحونه اومدیم، رسیدیم به آبعلی. ببینید چقدر ما زود حرکت کردیم. ساعت 7:30 صبح اومدیم اینجا. ببینیم میتونیم بریم لب دریا تا خاله حاضر شه و دیگه بریم دنبالش. زنگ زدیم گفتیم ما نیم ساعت دیگه میرسیم. ماساژشو خیلی دوست دارم، دریا رو. چه آرومه. آره ماسه رفت کفشم. از همینجا چیز کنید جوتا نمیدیم. بریم زنگ جلو. چه خلوت هم هست. خطرناک نیست اینجا؟ هیچ کس نیست؟ بابا چقدر خوش رنگ دریا. داریم میریم و که برسیم به دریا. دریا رو ببینیم. بدون دیدن دریا که نمیشه برگردیم تهران. امسال تابستون نرسیدیم زیاد بیایم شمال، ولی خب نگین میگه مهر خیلی شمال قشنگه. انشالله مهر میه. اینم دریا. Thank you.
خیلی آروم و قشنگه. رسیدیم به کوچه خاله. من سر کوچه پیاده شدم پیاده روی کنم. این گلا رو خیلی دوست دارم. خیلی خوشگلن. پر زنبورم هست. من عاشق شمالم. ولی داداشم میگه که فقط برای مسافرت مثلا تو رفتی. اگر بری مدام بمونی مثلا سختت میشه توی آب و هواش، نمیدونم. ولی اینو میدونم که خیلی وقتی میام اصلا روحم تازه میشه. اینجا رو میدونم تو ویدیوهای خاله خیلی دیدید تا حالا، ولی از دید منم ببینید که من این خونه اولیه رو خیلی دوست دارم ببینید. معلومه؟ آره چه خوشگله. بعد دیگه گل و گیاهاشو دوست دارم. به همسرم گفتم بذار من سر کوچه پیادهشم پیاده روی کنم. بازم تاکید میکنم دوستانی که میگن یه چند روز ما خاله پیش ما نیست یا ما اینجا نیستیم میگن با هم قهرید، نه ما قهر نیستیم. سالیان ساله که اصلا من یاد ندارم که قهری بین ما باشه. خاله مثل خواهر بزرگم میمونه، برای مامان مثل دخترش میمونه. اصلا نه جای قهره نه جای کدورته تو این زندگی های کوتاه. فقط یاد بگیریم که با هم دیگه خوب باشیم. انقدر زود میگذره زندگی که دیگه جای کدورت و اینا نمیمونه. کاری نکنیم که بعدا دلمون بسوزه. وای خدا بگم کچه خدای خوشگله. صدای خروس. همسر من داره صداش میاد اینجا، گفته که من تنهایی اومدم خاله. بره میگه راست میگی تنها اومدی. صداشون داره میاد. میشنوید؟ بیدی خانم بیدی خانم بابا چه خوشحال میشه ما رو میبینه. نازی نازی نازی. آره حالا دلش تنگ شده برام. نازی خانم خانوما. اینم کافی بارم. بابا حداد زحمت کشیده با هنرش. همون که دلم میخواست در آورده. نشستیم خاله حاضر بشه یه چایی بخوریم و بیده خانم هم آره شیرینی ها رو میخواد در دسترسش نیست. بیا بیوالا چه شیرینی های خوشگلی. بخوای دختره پایین نشون دستی نگاه کن چیز کنه پاهاشو ببین فقط قیافه رو. این الان داره التماس میکنه که آره ببین چای دست منو نشون بده. چای دست منو نشون بده. هیچ وقت با چای نمیپرید تو بغل من. یه دفعه با چای. آره ماما. آره بابای خونه است. من میرم زود برمیگردم. میرم چی دکتر ساسانو میام. ای خدا باشه لیلی میخواد بره پیاده روی بگرده.
اصلا گوشش رو بالا نیورد، خوشحالم نشد. خب دهنشم خوب نیست. چی التماس نکن به قول یارو، التماس نکن. اینم اسما جمعنی که برای خواده درست کردم، زده به اینجا. از اینا هم که همیشه می اومدم خوشم می اومد، دوستش داشتم، هم موقع حتی برام درست کرده. تا دارن جاسازی میکنن همه چیز رو تو ماشین، من چون خودم باغچه خاله رو دوست دارم گردشی هم بکنیم. ای خدا پرتقالش در اومده. داریم جا میدیم به خاله، میگم آخه من واجب بود من بیام. آره کاش آقا حداد نیومدید شما. آقا حداد خاله دیگه اینقدر دیر کرد که یه روز بیشتر پیش ما نیست. ما گفتیم یه هفته میمونی، از اون بعد نگرد میداریم، از اون بعد نگرد میداریم. سلام سلام خدمت همه همراهان نرگس جون، ایشالا سفرهای خیلی خوب قسمت شما هم بشه، ایشالا به شما هم خوش بگذره. دخترم بقید سختمه، خیلی سختمه. لیدی ای خدا، لیدی خانوم باید گودش بزنی. این چه بامزه است، این جنگلا که تو کارتونا میدیدیم خبرش میگذاشت بودن اینجا رفته بودن. خیلی چوبو دوست دارم. اینا وقت داریم که توی شله برید بکن اینجا رو بلنده خانه. خیلی سخته شما مرباتون، خیلی با بلنگا میگی؟ آره خیلی سخته. من که همکر میزو بچینم تا اینا برسن بالا. به به دست شما درد نکنه، چی بخوریم ما؟ مرسی مرسی. قربونت برم، دست شما درد نکنه. ما هم قشنگ اشتها نگردشتیم برای غذای مورد علاقه. خاله با بچه ها رفته خرید، منم میخوام یه ساندویچ مرغ مخصوص درست کنم. مرغ با پیاز و فلفل سیاه و نمک و زردچوبه گذاشتم بپزه. سیب زمینی رو هم با یکم روغن این حالت درشم گذاشتم که هم بپزه و هم سرخ بشه. قارچم گفتم بگیرن بیارن، من و مامان اینو ریشش کنیم تا بیان دیگه بقیه مراحل. با آب این مرغا نخود فرنگی، هویج و بلغور جو یه سوپ خوشگلم بذاریم. ساقه پیاز چه من داشته باشم توی سوپ می‌ریزم، طعم خوبی بهش میده. مرغا ریش ریش شد. این سیب زمینی هارم که یکم گفتم پخته شده و سرخ شده مخلوط میکنیم. قارچم بچه ها بیارن یکم تفت کوچولو میدم و میریزم توی این ساندویچ. این ساندویچ ترکیباتش فوق العاده خوشمزه میشه. اگر مدل دیگه هم ساندویچ مرغ شما بلدید برام بنویسید، چون ساندویچ مرغ اگر که خالی باشه یکم
سخت خوردنش. بچه ها میگن خوشکه و ساندویچ مرغ رو بیشتر بچه ها میگن خوشکه و ما دوست نداریم. من حالا این مخلفات رو میزنم که تر و تازه بشه و بخورم. سیب زمینی ها من با ادویه سیب زمینی سرخ کردم. ادویه سیب زمینی نمیدونم توش چیه ولی خیلی خوشمزه است. ما از ادویه فروشی تهیه کردیم. بعد اینجا جعفری داریم با پیازچه اضافه میکنیم. دیگه هم لازم نیست تفت بخوره چون ساندویچه. با شیویدم میتونیم این کارو بکنیم ولی خاله زیاد شیوید دوست نداره. من جعفری استفاده کردم دیگه شیویدم نزدم. اینا رو کامل مخلوط میکنیم. قارچشم بیاد یه طرف میدم و مخلوط میکنم. قارچم با آب لیمو یه طرف میدم اضافه کنم به مواد سالاد. یکی بارم سبک باشه سریعه. قارچ و ذرت هم اضافه شد هم میزنیم. ساندویچمون آماده شد. اگر که شما مدل دیگه ای سراغ دارید که میشه خوشمزه تر از این میشه برام کامنت بذارید. با نون آماده کردم که یه سوپ هم گذاشتیم که دیدید سوپمون هنوز نپخته. به بچه ها گفتم اینو بخورید چون دوره همن تا آخر شب بیدارن دوباره گرسنه‌شون میشه سوپ بخورن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این سفر یک روزه من، از اینکه خاله رو رفتم و آوردم. دیگه همین، مرسی که همراه هم بودید. خیارشون و گوجه هم یادم رفته بود بذارم. همراه ما باشید، زنگوله رو فعال کنید. خاله بعد از یک هفته مسافرتش دوباره برمیگرده پیش ما. برنامه ها داریم براتون. به خدای بزرگ می‌سپارمتون. خدا نگهدار.